عرض سلام و عرض ادب، خیلی خوش اومدید به کانال برق خودروها جیان. یکی از مهمترین دلایل سوختن واشر سر سیلندر، رینگ چسبوندن و در بعضی مواقع تاب برداشتن موتور، جوش آوردن خودرو و عدم اقدامات مناسب و درست از طرف راننده است. توی این ویدیو خدمتتون عرض می‌کنیم اگر موتور ماشینمون جوش آورد باید چه کارهایی انجام بدیم و چه کارهایی نباید انجام بدیم، چطور موتور رو از خرابی نجات بدیم. این ویدیو رو تا آخر ببین و بفرست برای رفقا که اونا هم بدونن در مواقع لزوم باید چه کار کنن. لایک و سابسکرایب هم یادت نره، چون که هدف ما کاهش هزینه‌های شماست. خیلی مخلصیم، بریم روی ماشین. در صورتی که خودروی شما جوش آورد و آمپر آب به محدوده قرمز رسید، اولین کاری که باید انجام بدید این هست که خونسرد باشی و توی یک محل مناسب و دور از ترافیک پارک کنی. ترمز دستی رو بکش و ماشین رو خاموش نکن. خاموش کردن خودرو در زمانی که موتور داغه میتونه باعث آسیب دیدن قطعات داخلی انجین بشه. هرگز روی موتور داغ نباید آب سرد بریزید. بعضی از عزیزان روی موتور ماشینی که جوش آورده آب سرد میریزن و همین کار باعث آسیب دیدن و حتی بعضن تاب ورداشتن سرسیلند میشه. سومین کاری که باید انجام بدید و اهمیت بالایی داره این هست که باید بررسی کنی که علت جوش آوردن چی هست. معمولا دو علت کلی باعث بالا رفتن آمپر آب و جوش آوردن ماشین ما میشه. اول، وجود ایراد در مکانیزم گردش آب موتور و خرابی واتر پمپ، گرفتگی رادیاتور و یا قفل شدن ترموستات هست. دوم هم وجود ایراد در عملکرد موتور فنها، رل فنها و یا مقاومت فنهاست. اگر در موتور رو باز کردید و مشاهده کردی که موتور فن داره میچرخه و در حال کار کردن هست ولی کماکان آمپر آب ماشین بالا اومده و موتور جوش آورده، احتمالاً توی مکانیزم گردش آب ماشین ایراد وجود داره. یا واتر پمپ ایراد داره یا رادیاتور و یا ترموستات. در 90% مواقع قفل شدن و بسته موندن ترموستات باعث جوش آوردن و بالا رفتن آمپر آب ماشین میشه و در بسیاری از مواقع هم همین موضوع باعث سوختن واشر سرسیلند میشه. برای اینکه شما مطمئن بشید که این ایراد مربوط به ترموستاته یا نه، بهتره که رادیاتور ماشینتون رو بررسی کنید. گوشه های رادیاتور رو دست بزن. اگه دیدی رادیاتور سرده، حالا جنت ورودی رادیاتور که از ترموستات اومده روی رادیاتور رو بررسی کن. اگر جنت ورودی به رادیاتور هم سرد بود، به احتمال خیلی زیاد ترموستات در حالت بسته قفل شده و مسیر گردش آب رو مسدود کرده. اینجا و در این شرایط مهمترین کاری که شما باید انجام بدید اول کاهش دمای موتور هست. دوم هم بعد از اینکه موتور دماش پایین اومد ترموستات رو عوض کنید. شاید اینجا بپرسید ما چطوری میتونیم دمای موتور رو پایین بیاریم؟ در این شرایط که ترموستات قفل شده، عملاً هیچ کاری از رادیاتور و موتور ساخته نیست، چون که مسیر گردش آب مسدود شده. برای اینکه ما بتونیم دمای موتور رو پایین بیاریم باید از رادیاتور بخاری استفاده کنیم. پس کار بعدی که باید انجام بدی این هست که بشینی داخل ماشین، بخاری ماشین رو روشن کنی و میزان باد گرم بخاری رو در حالت ماکسیموم خودش قرار بدی. اجازه بدید بخاری ماشینتون در حد اکثر توان خودش کار کنه و موتور ماشینتون هم در حالت درجا در حال کار کردن هست. در این شرایط شما نباید گاز بدید، چون که بالا رفتن دور موتور میتونه دمای موتور رو بالا ببره. چند دقیقه صبر کنید تا بخاری حرارت رو از موتور بگیره. به علت اینکه رادیاتور بخاری کوچکتر از رادیاتور موتور هست، عمل خنک‌کاری موتور مقداری زمان میبره، ولی تنها راه سرد کردن انجین و جلوگیری از آسیب دیدن قطعات موتور
همین هست. همین رادیاتور و بخاری میتونه شما رو از یک تعمیر موتور نجات بده. وقتی دمای موتور به محدوده 90 درجه رسید یا روی خط وسط نمایشگر یا همون آمپر رسید، میتونید با خیال راحت موتور ماشینتون رو خاموش کنید و اقدام به تعویض ترموستات کنید. قبلا توی این ویدیو که لینکشو پایین میذارم روش باز و بست و تعویض ترموستات هم خدمتتون عرض کردیم که اگر دوست داشتید میتونید طبق اون ویدیو ترموستات رو خودتون تعویض کنید. آقا توی موتور تیوفای و اگر خواستید به صورت اضطراری ترموستات رو بردارید یا باز کنید، باید این دوتا پیچ رو باز کنید. این یه دونه، خب یه دونه هم پایینش هست. این دوتا پیچ آچار تخت یا بوکس 10 میخورن. این دوتا رو باز کنید، ترموستات رو بردارید، میتونید حالا بدون ترموستات خودتون رو به یک تعمیرگاه برسونید. اگر توی جاده بودید حتما یادتون باشه توی محصولات ایران خودرو وقتی ترموستات رو باز میکنید آب رادیاتور خالی میشه، آب رادیاتور بریزید و از این دوتا دونه پیچ، این یه دونه و این هم یکی، اقدام به هواگیری کنید. پراید این یه، اول باید پای کوئل رو در بیارید. برای باز کردن پای کوئل این یه دونه پیچ، این دوتا پیچ، اینجا هم یه دونه، این سه تا پیچ رو باز میکنید، کوئل رو میذارید کنار، بعد میرسید به دوتا دونه پیچ ترموستات، این یه دونه و اینم یه دونه. این دوتا پیچ رو توی ماشین های پرای، تیبا، کویک، ساینا، محصولات سایپا شما کلن باید 5 تا دونه پیچ باز کنید که دوتاش پیچ های آچار 12 خور ترموستات هست، سه تای اونا پیچ های پای کوئل هست. روی پژو هم الان خدمتتون عرض میکنم. برای باز کردن پژو، ترموستات پژو، این دوتا پیچ رو باید با آچار بوکس 13 باز کنید. درپوش رو در میارید و ترموستات عوض میشه. پس خلاصه مطالب چیا شد؟ اگه ماشین جوش آورد، ماشین رو جای مناسب پارک کن. دوم، ماشین رو خاموش نکن. سوم، آب سرد روی موتور داغ نریز. چهارم، بخاری ماشین رو روشن کن و بخاری روی ماکسیمم خودش قرار بده. پنجم، گاز نده. ششم، صبر کن تا آمپر آب ماشینت پایین بیاد. هفتم، وقتی آمپر آب به وسط رسید ترموستات رو تعویض کن. دوستان اگر در این زمینه تجربه‌ای دارید توی کامنت ها بنویسید. هدف ما کاهش هزینه های تعمیر نگهداری ماشین شماست، پس اگر اتفاقی ما رو دیدید لطفاً اون دکمه سابسکرایب رو بزنید و اگر مطالبمون براتون مفیده با لایک به ما دلگرمی بدید. انشالله هر جای دنیا هستید شاد و پیروز باشید. ایام به کام. دمتون گرم.